سلام گرم و صمیمانه من به شما بینندگان گرامی. شما بیننده برنامه نگاه روز هستید که من سیما بهاری با همکارم هرمز رها تقدیمتون میکنیم. باز هم درباره مذاکرات هسته‌ای. این هفته دور دیگه ای از مذاکرات هسته‌ای رژیم جمهوری اسلامی با کشورهای پنج به علاوه یک بدون هیچ نتیجه خاصی در ژنو انجام شد و خاتمه یافت. در این مذاکرات روی یک سند به نام اصول توافق که در واقع یک سند میشه گفت سیاسی هست بحث کردن و صحبت کردن، همطور که فکر کنم همه در جریانش هستیم، این بحث ها و مذاکرات و رفت و آمد ها سال هاست ادامه داره، مدت هاست ادامه داره و بدون نتیجه معمولا جلسات به پایان میرسه. اما به هر حال قراره که روی این توافقنامه کار کنن، بحث بکنن، به هر حال تا مارس فرصت دارن، تا ماه اسفند فرصت دارن تا در نشست نهایی که قراره در ماه ژوئن انجام بشه ببینن که به توافقی میرسن یا نه. همزمان با این مذاکرات اوباما گفته که مایل نیست تحریم‌های ایران تشدید پیدا بکنه. در رابطه با آخرین این تحولات گفتگو میکنیم با مهمون برنامه‌مون محسن ابراهیمی. سلام به شما محسن ابراهیمی، خیلی خوش اومدید به برنامه نگاه روز. خیلی ممنون، سلام عرض میکنم، خوشحالم تو برنامه‌تون هستم. اما از آخرین خبرها، شما چه خبری دارید از آخرین تحولات و مذاکراتی که در ژنو اتفاق افتاده؟ آیا پیشرفتی داشته؟ به توافقی رسیدن؟ همونجوری که خودتون تو صحبتاتون گفتین در صورت اینا وقتی اومدن بیرون از یه دور طولانی مذاکره اعلام کردن که به نتیجه رسیدن که روی دو ماه دیگه، البته اعلام کردن روی یه متن که متن مربوط به توافق سیاسیه، متن مشترک به نتیجه برسن و بعدش تا 6 ماه دیگه بر اساس اون متن مشترک که مبنای توافق سیاسیه به توافق نهایی برسن. این از لابلای صحبت‌های هر دو طرف تنها چیزی که مشترکه و میشه گفت نشون دهنده اختلافشون نیست همینه که توافق سیاسی مبنایی میخوان داشته باشن تا دو ماه دیگه. ولی خود همین خیلی کلیه و همین کلی بودنش که نشون دهنده هیچ چیز مشخص، چه از لحاظ خواسته هایی که دو طرف در مقابل هم گذاشتن، چه از نقطه نظر عقب نشینی هایی که از خواسته هاشون بالاخره تحمیل شده به هم دیگه به طرف مقابل، هیچ مطلقاً از اینا صحبت نمی کنم. خود این نشون میده که من فکر می کنم هیچ گونه توافقی بهش نرسیدن یا نتونستن برسن و مثل دوره های قبل این بار هم این مذاکرات با بنبست مواجه شده. اگه خاطرتون باشه بار قبل وقتی اومدن بیرون اعلام کردن که 90% در رابطه با یه متن توافق سیاسی به 90% به اصطلاح صحبت‌های مشترک و توافق مشترک رسیدن، این بار قبل بود. بعد از مدت‌ها دوباره برگشتن پای میز مذاکره، این دفعه از اول دنبال یه توافق سیاسی مبنایی هستن. میخوام بگم که تمام این تناقضات یا تمام این افت و خیز ها که تماما هم کلیه، هیچ چیز مشخصی توش نیست، نشون میده که مذاکرات داره کاملا در بنبست کامله. وقتی هر دو طرف، ما میدونیم که به شدت نیاز دارن به این برنامه به توافق برسن، وقتی میان هیچ چیز مشخصی نمیگن، این دقیقا نشونگر این هست که پیشروی حاصل نشد. بله، اما همزمان با این مذاکراتی که پیش میرفت جان کری با محمد ظریف، اونا هم گفتگوهایی داشتن در مورد بیشتر در مورد بحران هسته‌ای حکومت. محور این گفتگوها چی بوده؟ آیا آمریکا به دنبال چیز معینی هست؟ معلوم میشه که چی میخواد توی این گفتگوها و قراره تا کی این مذاکره کش پیدا بکنه؟ به نظر من یکی از اون بحثایی که همین الان من کردم یه دلیل شاخص‌تر برای اینکه این بحثا درسته، یعنی کاملا با بنبست مواجه هستن، اتفاقا دیدار جان کری و ظریف بود. اینا پیش از مذاکرات خب همدیگر رو دیدن، 6-7 ساعت طولانی با هم بودن و
و از درون اون مذاکرات هم طبق معمول وقتی اومدن بیرون، چه از طرف خودشون و چه از طرف رسانه‌هایی که خب بحثا رو دارن دنبال میکنن، هیچی بیرون نیومد، حتی یک کلمه در باره این که بالاخره این دوتا وزیر خارجه که خیلی روشنه بالاخره این مذاکرات اساسا مذاکرات ایران و آمریکاست، چی گفتن، به چه نتیجه رسیدن، یک کلمه هم در موردش نه خودشون گفتن نه رسانه ها. البته یه چیزی که خب ما شنیدیم از بالاخره از لابلای بحث اومده بیرون، اوباما گفته که زیر 50% هست امکان توافق. اینو خب وزیر خارجه نگفت، ولی اوباما رئیس جمهور آمریکاست اینو گفته. معلومه که بر اساس همون بحثا به نتیجه رسید. در صورت تنها چیز مشخص و روشنی که از این مذاکرات دو وزیر خارجه ما دیدیم، لبخندای ظریف و ایشون بود و قدم زدنهاشون تو خیابونای سوئیس، تنها چیزی که بیرون اومد. یعنی میخواستن نشون بدن به یه معنا که خب اوضاع خوبه، دارن پیش میرن. در صورت من فکر میکنم هر دو طرف دارن با سیلی صورت خودشون رو سرخ نگه میدارن، چون به نتیجه نمیرسن. بله، یکی از محورهای بحث‌ها و مذاکراتی که از ابتدا با هم دیگه این مذاکرات انجام شده این هستش که ایران غنی‌سازیشو متوقف بکنه و مسئله تحریم ها هم یکی از اون مسئله های اساسی هست. سوال اینه که آیا تو همه این مذاکرات و اینا آیا پیشرفتی حاصل شده، یک قدم هایی پیش رفته، یا کلن بالاخره آدم فکر میکنه تو این همه مدت، این همه مذاکره و این همه بحث بالاخره به کجا رسیده، واکنش رژیم تو این موردها چی هست؟ ببینید، به دو نکته خیلی به نظر من مهم و اساسی اشاره کردین، چون ما میدونیم که در این مذاکرات طرف آمریکایی یا 5+1 و مشخصا آمریکا خواست اصلیش این است که ایران رو از توان به اصطلاح اتمی، از توان رسیدن به بمب اتمی محروم کنه. خیلی روشنه این خواستشه، و برای اینکه این خواست رو متحقق کنه از ایران خواسته، یعنی اینو مشخصا گذاشته تو دورهای قبلی اینا خیلی روشن بود که ایران باید مقدار تعداد سانتریفیوژاش رو کاملا بیاره پایین، از سانتریفیوژای نسل جدید نمیتونه استفاده کنه و غنی سازی هم نمیتونه بالای 5% انجام بده. هر کی هم انجام داده تا الان داره، یعنی اورانیوم بالای 5%، یعنی 20%، همین اونا رو باید تبدیل کنه، رقیق کنه. و حتی صحبت این است که روسیه میله‌های سوخت راکتورهای اتمی ایران رو تأمین کنه، حتی ایران اون 5% هم انجام نده. اینا خب خواسته‌های خیلی روشنی. معنای این برای جمهوری اسلامی ایران به طور واقعی این است که کاملا باید از پروژه اتمی خودش دست بکشه، چیزی که به نظر من از لحاظ سیاسی برای جمهوری اسلامی مهمه. این خواسته‌های آمریکا و غرب بوده که خب بخشن هم بهش رسیده، تو دورهای قبلی رسیده. البته ایران قبول کرده که اورانیوم 20% غنی نمی کنه دیگه، قبول کرده که سانتریفیوژا رو کم کنه، همه اینا رو قبول کرده. ولی در مقابل ایران از آمریکا و غرب چی خواسته؟ خواسته اصلی ایران این هست که تحریم های اقتصادی فوراً و تماماً لغو بشه. این خواسته بنیادی ایرانه و روشن هم است که چرا این خواسته رو گذاشته. با میدونیم که اقتصاد ایران در حال ورشکستگی کامل، جمهوری اسلامی اینو کاملا متوجه که وضع خرابی در پیش داره. خب این خواسته مهم ایرانه، ولی در مقابل این خواسته چی گرفته از غرب؟ تا الان 700 میلیون دلار از پول دارایی ایران در خارج ماهیانه آزاد شده. این تنها چیزیه که از این خواست، و بخشی از تحریم‌ها لغو شده، چون غرب تأکید میکنه که تحریم ها به مرور، به تدریج، و اونم لغو نمیشه، تعلیق میشه. وقتی تعلیق میشه در مقایسه با لغو، وقتی تعلیق میشه بخشی از تحریم ها، رئیس جمهور آمریکا و کنگره آمریکا، کلن سیاستمداران آمریکا، نهادهای سیاسی غرب میتونن اون تعلیق رو دوباره برگردونن. بله. یعنی هر موقع دلشون خواست، هر موقع اراده کردن، اون تعلیق رو برگردونن و دوباره اون تحریم ها رو ادامه بدن. میخوام بگم هیچ، ایران حداقل خیلی روشنه که به هیچ چی نرسیده. یا بخوام در یه جمله این بحث رو تموم کنم، این هست که اون پایه‌ای ترین خواسته های دو طرف مقابل تا اونجا که به آمریکا و غرب مربوطه حدودا رسیده، ولی تا اونجا که به ایران و جمهوری اسلامی مربوطه به هیچ کدوم نرسیده اساسا. بله، فرصتمون خیلی کوتاه است،
من یک سوال خیلی دوم و دراز دارم، امیدوارم که تو این فرصت کوتاه بتونیم بهش جواب بدیم. همطور که اول صحبتم گفتم، اوباما یه جورایی نشون داده که مایل نیست تحریم ها تشدید پیدا بکنه. با توجه به اینکه توی آمریکا جمهوری خواها دست بالا رو دارن، چجوری اصلا امکان داره اوباما چنین موضع‌گیری بکنه؟ اولا چرا چنین موضع‌گیری میکنه؟ بعد از اون چجوری ممکنه که این هدف و این خواست رو بتونه پیش ببره؟ خب این به سیاست‌های داخلی آمریکا مربوطه که یه جنبه‌اش هم خیلی پیچیده است. خب تا حدودی رئیس جمهور آمریکا مختار به درجاتی تحریم‌ها رو لغو بکنه یا لغو نکنه یا تحریم‌های دیگه رو اعمال کنه، تا حدودی مختار نیست. به عنوان مثال اگه دو مجلس آمریکا بالای دو سوم به اصطلاح نمایندگان رأی بدن برای مثلا تحریم‌های بیشتر که الان دنبالش هستن، خب رئیس جمهور ظاهرا اونجوری که من متوجه شدم نمیتونه حتی اینا رو وتو کنه. در اصل این شرایط داخلی و سیاست یا نحوه پیشرفت سیاست‌های آمریکاست که پیچیده است و دست اوباما رو یه جایی می‌بنده، یه جایی هم دستش بازه. ولی اون چیزی که خیلی مهمه در رابطه با سیاست آمریکا به نظر من باید روش تاکید کنیم این هست که آمریکا هم نیاز داره جمهوری اسلامی رو تا حدودی که میخواد بالاخره برگردونه، بیاره به چهارچوب سیاست‌های منطقه‌ای خودش و یه جوری به اصطلاح به قول خودشون به دنیا برگردونه، به جهان بل. به سیاست‌های بین‌المللی برگردونه. به این خاطر که آمریکا واقعا از نقطه نظر سیاست‌های منطقه‌ای، نیازهای منطقه‌ای احتیاج داره جمهوری اسلامی رو تعدیل کنه و جزء بالاخره نیروهایی بکنه که بهش کمک کنه. به این معنا به نظر من حتی کنگره آمریکا تا حدودی تلاش خواهند کرد این سیاست رو پیش ببرن. چقدر موفق شن چقدر نشن، من خودم معتقدم موفق نخواهند شد، برای اینکه جمهوری اسلامی یک حکومتیه، یک ساختار سیاسی هست که با تناقض فوق‌العاده جدی در رابطه با اتمی باش مواجهه. هم پروژه اتمی جمهوری اسلامی یه چیزی است که نمیتونه بندازه بیرون، نمیتونه نگرش داره. بله. اگه بندازه بیرون، بله، وقت تموم شده. میخوام بگم این تناقض مال جمهوری اسلامی است که دولت آمریکا هم در یه تناقضی به نظر من درگیر کرده. بله. خیلی متشکر از شما محسن ابراهیمی. خواهش میکنم. بینندگان گرامی، گفتگوی ما رو میشنیدید با محسن ابراهیمی در رابطه با دور اخیر مذاکرات هسته‌ای بین ایران و کشورهای 5 به علاوه 1، با این امید که مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. من سیما بهاری با همکارم هرمز رها برای شما ساعات و لحظه‌های خوبی آرزومندیم. موفق باشید.